سلام، علی هاشمی هستم. به کلاس ما بی‌نهایت خوش اومدید. امیدوارم هر جای ایران عزیز که هستید حال دلتون خوش باشه. در این ویدیو کوتاه آموزشی قراره بریم دو تا سوال خیلی خوب ترکیبی حل کنیم از مبحث ترکیب تابه. امیدوارم تا انتهای ویدیو ما همراهی کنید. سوال اول گفته اگر f x برابر باشه با x2 به علاوه x و j x هم باشه رادیکال 4x به علاوه 1 مساحت ناحیه محدود به نمودار تابه j و f و خط y مساوی با 3 چی میشه؟ این تست سراسری سال 95 بوده. با چی کارش کنم الان؟ در ابتدای کار با توجه به اینکه گفته مساحت بین ژ و اف و ایگرگ برابر با 3، پس باید منحنی ژ و اف خودم رو بسازم. برای ساخت منحنی ژ و اف فقط کافیه که توی تابع ژ به جای ایکس ها اف رو جایگزین کنم. خب این کار انجام بدم، توی تابع ژ میخوام به جای ایکس هم اف بنویسم، یعنی ایکس دو به علاوه ایکس رو جایگزین کنم. اگر 4 رو در عبارتم ضرب کنم میشه بعد 4x2 به علاوه 4x به علاوه 1. خب معلومه که 4x2 به علاوه 4x به علاوه 1 میشود اتحاد مربع 2x به علاوه 1 به توان 2. حواست باشه که وقتی میخوای جذر بگیری حتما باید بذاری داخل قدر مطلق. اجازه نداری وقتی جذر میگیری قدر مطلق ننویسی. پس جذر رادیکال 2x به علاوه 1 به توان 2 میشود قدر مطلق 2x به علاوه 1. حالا که من ساختم ژ و اف همو میخوام برم مساحت بین ژ و اف و ایگرگ مساوی با 3 عزیزو به دست بیارم. دوست من برای محاسبه مساحت همیشه باید بری سراغ بازی رسم. پس اول باید قدر مطلق 2x به علاوه 1 رو رسم کنم. ریشه داخلش میشود منفی 1/2 و نمودار قدر مطلق که شبیه 7 هست خیلی شیک رسم میشه. اون خط دیگه که طراح به من گفته ایگرگ برابر با 3 بوده. خب خط ایگرگ مساوی با 3 خطی خواهد بود موازی محور ایکس ها. این هم رسم شد. وقتی مساحت بینش رو میخوام حساب کنم، یعنی در حقیقت قرار این فاصله رو به دست بیارم. چجوری به دست بیارم؟ مساحت مثلثه، میشه 1/2 ارتفاع ضرب در قاعده. ارتفاع که تکلیفش مشخصه، این فاصله که ارتفاع من باشه برابر بوده با 3. قاعده میخوام، یعنی از این نقطه تا این نقطه. خب چه جوری هاشمی تو نوشتی منهای 2 و 1؟ طبق چه اساسی به دست آوردی؟ با توجه به اینکه این دوتا نقطه تقاطع بین منحنی های من هستند، پس فقط کافی قدر مطلق 2x به علاوه 1 رو برابر با 3 قرار بدم و بعد دوتا ریشه براش به دست بیارم که میشود منهای 2 و 1. حالا مساحت مثلث رو بنویسم، 1/2 ارتفاع ضرب در قاعده که جواب برابر خواهد بود با 4.5. تست سراسری سال 95. سوال زیبای بعدی از خارج 94 گفته تابع با ضابطه jx برابر با x منهای رادیکال x مفروض است اگر نمودار تابع f محور x ها را در دو نقطه به طول های 6 و منفی 4 قطع کنه، آنگاه نمودار تابع f و j محور x ها را با کدام طول قطع میکنه؟ خب من ریشه های تابع f هم میدونم. ریشه های من در حقیقت یه دونه برابر بوده با 6 و یه x هم برابر بوده با منهای 1/4. وقتی طراح به من میگه j و f یعنی چی؟ باید توی تابع، وقتی میگه f و j، عذر میخوام، باید توی تابع f به جای x های خودم j رو جایگزین کنم. خب x های من این دوتا بودن، باید به جاشون بیام j رو جایگزین کنم. یه بار بنویسم x منهای رادیکال x برابر با 6، یه بارم بگم x منهای رادیکال x برابر با منهای 1/4. درسته؟ چون تعریف تابع f و j این بود که در تابع f باید به جای x های خودمون j رو جایگزین کنیم. من هم به جای x های j رو جایگزین کردم. لازم نیستن تو اینو حل کنی، برو سراغ گزینه ها. گزینه اول گفته عدد 4 جواب من هست. اگر اینجا 4 جایگزین کنم میشود 4 منهای جذر 4 یعنی 2، نه 6 میشه و نه منهای 1/4 میشه. یعنی عدد 4 قابل قبول نیست. آقا 4 قابل قبول نیست، شما قبول نیستی، شما هم 4 داری قبول نیستی، شما هم 4 داری قبول نیستی. و جواب صحیح برابر با گزینه 2 میشه سراسری سال 94. یه سوال بی نهایت آسون. سپاسگزارم از که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. موفق باشید. خدا نگهدار.